سلام خدمت دوستان و تشکر از اساتید و مدیریت محترم دانشگاه که دانشگاه فردوسی مشهد که من رو دعوت کردم برای این برنامه من در خدمتون هستم در مورد بحثی که گفته شده مسئله اهمیت انسان شناسی شهری در طراحی شهری و در مفهوم شهر و خیلی سریع به سراغ بحث میرم در مقام نیم ساعت صحبت میگم که اگر سوالی هم باشه در خدمتتون باشه فقط این توضیح رو میدم که صحبت هایی که در اینجا میکنم به صورت جداگانه ضبط میشه فایل صوتیش و روی کانال های تلگرام من و همچنین روی کانال سایت, خودم و سایت محسن انسانشناسی و فرهنگ قرار میگیره روی کانال های تلگرام خیلی ساده میتونید از طریق تلفن ایران من وارد کانال های من بشید یا اگر ایمیل بزنید به من ناصر فکوی gmail.com اطلاعات رو خدمتتون میدم کانال های زیادی هستش که میتونید از اطلاعات و همه درس های من رو این کانال ها هست و بخش زیادیش هم در مورد شهر است. کتاب انسانشناسی شهری که نشر نی منتشر کرده الان چاپ 14 15 امش این کتاب رو من فرصت این رو نداشتم به روز کنم از لحاظ به اصطلاح اعداد و ارقام و به اصطلاح جدول های آماریش ولی در کلیتش کتاب نیازی به بروز شدن هم نداشته چون کتاب بیشتر در مورد نظریه هست و صرفا اون چیزی که باید بروز بشه اعداد و ارقامی که این اعداد و ارقام امروز روی به اصطلاح اینترنت در اختیار همه هست و یکی از دلایلی هم که باعث شد من این کتاب رو بروز نکنم همینه چون اصل کتاب تغییری درش ایجاد نمیشه صرفا مثلا میزان جمعیت شهرهای ایران یا جهان و غیره هستش که اینها رو میتونید خیلی ساده به دست بیاریم ولی بجز اون کتاب دو کتاب دیگه هم من دارم که جدیدتر منتشر شده و مسائل شهری در اونها مطرح شده مثلا هم شهری هم مسائل معماری هم مسائل شهرسازی یکی کتابی از به عنوان هویت و بیهویتی شهری که سال 1399 فکر مرکز مطالعات فرنگی و اجتماعی شهر شهرداری تهران منتشر کرد هویت و بیهویتی شهری و یکی هم کتاب مدرنیته شهری و آسیبهایش که سال 1400 مؤسسه انتشارات همشهری منتشر کرده که شما میتونید به این کتاب ها هم رجوع بکنید خب بعد که من در اینجا مطرح میکنم سعی میکنم که محوریتش این باشه که انسان شهری چه به اصطلاح سهمی و چه نوآوری و چه حرف تازه ای میتونه در معماری و در شهرسازی داشته باشه من منابع منابعی رو که لازمه در اینجا نمیارم ولی این منابع در مقالات و کتاب ها و غیره غیره ذکر شده به صورت گسترده شما اگر سرچ بکنید روی گوگل اسم من رو با کلمه شهر یا معماری یا شهرسازی و غیره خیلی ساده به این مقالات برمیخورید و اونجا منابع دقیق داده شده من اینجا دیگه منابع رو نمیارم که فرصت بیشتری برای اه صحبت اه داشته باشیم خب شهر ما باید بگیم که به طور عام در تمدن انسانی از حدود هفت هزار سال پیش ظاهر زا میشه هفت هزار سال پیش تقریبا سه هزار سال بعد از انقلاب نیولیتیک است انقلاب کشاورزی یعنی بین ظهور کشاورزی به عنوان یک انقلاب فناورانه و شهر چند هزار سال فاصله است که این چند هزار سال در اون زمان کاملا توجیه پذیر تحولی که یک انقلاب فناورانه ایجاد میکنه در زیستگاه رو ما میشناسیم ولی خب هر چقدر جلوتر اومدیم این با سرعت بیشتری انجام می مثلا در انقلاب صنعتی که در قرن اواخر قرن 18 و در قرن 19 اتفاق میفته خیلی سریع این زیستگاه رو زیستگاه شهری رو تبدیل میکنه به زیستگاه اصلی در مقابل روستا و الان دیگه زیستگاه اصلی انسان شهر ولی در اون زمان یا انقلاب اطلاعاتی در حال تغییر زیستگاه انسانی هستش ولی در اون زمان این با کندی کمتری انجام گرفت یعنی کشاورزی به صورت یک فنی که معیشت انسان رو تغییر میده و انسان شکارچی گردآورنده رو تبدیل میکنه به انسان کشاورز کشاورزی سیستماتیک در حدود ده هزار سال پیش شروع میشه به این میگن انقلاب کشاورزی یا انقلاب نولیتیک نوسنگی محلش هم حد زده میشه که یه در بین و بوده یا در دو طرف رود نیل و بعدم به در جای دیگه هم ظاهر شد در شش نقطه در مجموع در جهان در زمانهای مختلف بعد از این تاریخ ظاهر شد و از اون زمان اگر ما بگیریم سه هزار سال بعد اولین شهرها ظاهر میشن این شهرها شهرهای هستن که بهشون میگن شهر دولت یعنی شهرهای سیاسی هستن و اصولا یکی از خصوصیات شهر سیاسی بودنش هستش شهر نه صرفا در سنت یونانی که حتما شنیدید پلیس و سنت یونانی که شهر رو به عنوان یک شهر سیاسی معرفی میکنه یعنی مرکز قدرت بلکه به طور کلی و در طول تاریخ همیشه شهر سیاسی بوده و شهر سیاسی به این معنا که کسانی که قدرت و ثروت داشتن در شهرها زندگی میکردن و حالا ما شهر رو از هزار سال پیش تا امروز به دو به بخش میتونیم تقسیم بکنیم بخش بزرگ این تا دوران شهر سنتی است تا ظهور شهر سنتی ظهور شهر سنتی رو میتونیم در ابتدای قرن 19 بگذارید عمدتا از ابتدای قرن 19 شهر سنتی رو مطرح میکنن حالا بنا بر مورد مثال هایی که میزنن یا پاریسه و یا لندن این دو شهر هست که عمدتا به عنوان نمونه شهر سنتی مطرح میشه خیلی بیشتر لندن مطرح شده ولی خب مثلا که کسی مثل دیوید هاروی پاریس رو به عنوان پایتخت مدرنیته میدونی اسم کتاب معروفشه که به فارسی هم ترجمه شده مطرح میکنه و خب اون دورانی که پیش از شهر سنتی قرار گرفته ما عمدتا بهش میگیم شهر پیش سنتی یا شهر باستانی شهر پیش سنتی رو خیلی کم من توضیح میدم به دلیل اینکه بحث من در مورد شهر سنتی و شهر مدرن هست و به خصوص شهر مدرن متاخر یعنی شهر مدرنیته متاخر در شهر پیش سنتی خصوصیتی که وجود داشته این است که این شهر یک شهر اقلیتی بوده یعنی یک شهر اولیگارشیکه یک شهری هستش که ساکنانش اقلیت جمعیت یک پهنه رو مثلا یک کشور رو تشکیل میدادن ما حدس می‌زنیم که حداکثر ده درصد جمعیت در شهر زندگی میکردن ولی این ده در درصدی بودن که قدرت رو در دست داشتن مثلا در سیستم های هند اروپایی که سه تا کاست جنگجویان روحانیون و کشاورزان بودن دو تا کاست اولیه تو شهر رو زندگی میکردن و مابقی جمعیت معمولا بیرون شهر رو زندگی میکردن حالا در بعضی از شهرها شبها میگذاشتن که کشاورزان هم بیان توی شهر جایی که نامنی بیشتری بوده ولی برای شهر یک محیط بسته بوده برج و بارو داشته میدونید که این دروازه هایی که میگن دروازه های واقعی بوده این یعنی دروازه هایی بوده که بسته میشده و هر کسی نمیتونسته توی شهر بیاد و شهر یک بنابراین یک شهر اولیگارشیک است یک شهری هستش که متعلق به یک اقلیت که اقلیت ثروتمند و قدرتمند است به جز اون اقلیت ثروتمند و قدرتمند تنها کسایی که توی شهر زندگی میکردن گروهی از مردم بودند که لازم بوده از لحاظ فیزیکی به این اقلیت نزدیک باشد که اینها کیا بودند؟ کسانی بودند که نیازهای اولیه اون گروه ثروتمند رو تامین می مثلا برخی از سنتگران که اینها لازم بوده که در دسترس به اون افراد مختدر می بودند ولی اینها هم تعدادشون بسیار کم بوده پس اقلیتی بودن شهر باستانی یا شهر سنتی پیش سنتی اقلیت بودنش من نمیدونم صدا آیام بنابراین اقلیتی بودن شهر شهر و اولیگارشیک بودنش خصوصیت اصلیش هستش در شهر باستانی جماعت هست همونطور که در جامعه باستانی جماعت هست که بر همه چیز حاکمه و این جماعت هم عموما نظام خیشابندی همونطور که نظام کاستی در نهایت یک نظام خیشابندی هستش و کاست مثلا روحانیون کسانی بودن که با هم خیشابند بودن و کاست به صلاح جنگجویان هم که پادشاه از اونها انتخاب میشده اونها هم با هم خیشابند و همینطور کاست کشاورزان این جماعت ها بوده که حاکم بودن و قوانینی که وجود داشته زوابتی که وجود داشته عرفی که وجود داشته همه اینها به اون جماعت جماعت های اینا ها برمیگرده که جماعت های عمدتا خیشاوندی بودن جماعت های خانوادگی و منشه گرفته از نظام بودن. تا اینکه ما میرسیم در طول تاریخ حالا ما اینجا وقایع زیادی اتفاق افتاده در چند هزار سال که انسان کشاورز بوده ولی به هر حال ما میرسیم به شهر سنتی و شهر مدرن که موضوع بحثمون این شهر سنتی در یک چیز در چند چیز با شهر باستانی مشترک اونها چیه اینه که شهر مدرن هم یک شهر سیاسی است عمدتا یعنی شهری هستش که در اون ما با تمرکز قدرت و ثروت روبرو رو هستیم گروه اقلیت یعنی ثروتمندان و قدرتمندان در این شهر زندگی میکنن حاکمان در این شهر زندگی میکنن و این هم یه گروه اقلیت هست و منطقه تفاوت هایی در اینجا وجود داره که هر روز هم بیشتر میشه تفاوت چیه؟ مهمترین تفاوت اینه که شهر باز میشه انقلاب صنعتی در واقع به قول هانری لوپف بلا فاصله بعد از خودش یک انقلاب شهری رو داره یعنی انقلابی رو داره که شهر باز میشه به طرف عموم مردم و مردم وارد شهر میشن این فرایندی است که ما در قرن 19 به شکل گسترده میبینیم که مهاجرت روستا شهری شروع میشه و شهر تبدیل میشه به زیستگاه اصلی انسان ها به عبارت دیگه شهر از موقعیت اولیگارشیک یا اقلیتی تبدیل میشه به یک موقعیت دموکراتیک یا اکثریتی یعنی اکثریت جمعیت دیگه در شهرها هستند و شهرها هرچه بزرگتر میشن هم از لحاظ فیزیکی بزرگتر میشن شهرهای باستان شهرهای کوچکی بودن چه از لحاظ حجم خود فیزیکی شهر و چه از لحاظ جمعیتی که توشون بوده جمعیت ها معمولا جمعیت هایی بودن که مثلا پنج هزار ده هزار جمعیت بودن و اگر یک شهری خیلی خیلی دیگه بزرگ می شده ممکن بوده جمعیتش بره بالای پنج هزار نفر ولی پنج هزار نفر مثلا واقعا دیگه یک شهر استثنایی بوده چون از لحاظ تشکیلات شهری از لحاظ ایمنی از هر لحاظی که شما بگین این جمعیت یک جمعیت میتونم بگم معادل پنج میلیون نفر الان هست مدل ده میلیون نفر الان بوده بنابراین این قابل جمع شدن نبوده اغلب شهرها جمعیت های زیر ده هزار نفر داشتن شهر مدرن هرچه بزرگتر میشه یعنی دیگه در شهر مدرن مثلا ما در نیمه اول قرن بیستم شهرهای میلیونی همه جا ظاهر میشن چیز اصلا عجیبی نیست امروز دیگه ما شهرهایی داریم که بالای ده میلیون هستن خود تهرانی که از این شهرها هستش و شهرهای چند میلیونی بسیار زیاد در اون شد در خود ایران شما چندین شهر نزدیک ده تا شهر دارید که جمعیتش از جمله خود مشهد بالای میلیونه خب پس بنابراین اینها از لحاظ حجم فیزیکی و حجم جمعیتی که در خودشون جای دادن کاملا متفاوتن ببینید یک میلیون نفر آدم که با هم یک جا جمع میشن تقریبا هیچ ارتباطی دیگه نداره با وقتی که پنج هزار نفر جمع میشن این فقط یک تفاوت عددی نیست عدد در اینجا باعث میشه که تقریبا همه چیز تغییر کنه این چیزی که باید فهمید چرا چون من بعد روی این مسئله صحبت خواهم کرد که چطور عدم درک این مسئله باعث شده که ما همه این مشکلاتی رو که چطور در کشور خودمون داریم چه در دنیا داریم رو شاهد باشیم محوریت شهر پیش سنتی بنابراین اقلیتی بودنش هستش غیر دموکراتیک یا اولایگارشیک بودنش هستش و ولی خب سیاسیه محوریت شهر مدرن دموکراتیک بودنش هستش اکثریتی بودنش هستش ولی این شهر هم سیاسی باقی میمونه حالا وقتی که به دنیا ما نگاه میکنیم حتی امروز و از قرن 19 تا امروز چه چیزی رو شاهد هستیم بیایم یکی اول یک چشمانداز خیلی بزرگ رو نگاه کنیم و بعد بیایم به صورت ریستر به قضایی رو نگاه کنیم در یک چشمانداز بسیار بزرگ که از مثلا قرن 19 تا امروز در یک چشمانداز 200 ساله 200-250 ساله مسئله اساسی که در دنیا ما میبینیم گذار از اون شهر باستانی است به شهر مدر یعنی اینکه درسته که انقلاب صنعتی بسیاری از وسایل فنی این کار رو فراهم میکنه مثلا تولید انبوه رو مثلا کارخانه رو مثلا سیستم های فنی شهر رو سیستم های آبیاری سیستم های فاضلاب سیستم های حتی معماری شهری شهرسازی و غیر و غیره اما مشکل صرفا مشکل فناورانه نیست اشتباهی که اغلب سیاستمداران ولی حتی فناوران و معماران شهرسازان و غیره میکنن یعنی کسانی که توجه نمیکنن به انسانی بودن مفهوم شهر نه فناورانه بودن مفهوم شهر چون درسته شهر یک مفهوم فناورانه است ولی قبل از اینکه یک مفهوم فناورانه باشه یک مفهوم انسانی است حالا اگر ما به این انسانی بودن شهر توجه نکنیم دوچار مشکلات فراوانی میشیم ببینید در کشور خود ما البته در کشور دیگه هم همینطور ولی الان ما به کشور خودمون کار داریم در کشور خود ما در این صد سال اخیر همه صحبت میکنن از یک بحران سیاسی از یک بحرانی که از مشروطه تا امروز همجور ادامه داره و ما با تنش و غیر و غیر سر بیایم این رو یک جور دیگه نگاه کنیم به این بگیم که یک بحران شهری چرا به این نمیگیم یک بحران شهری چرا فکر میکنیم که سیاست چیزی جدای شهر سیاست هم شهره چون من به شما توضیح دادم که از ابتدا شهر به عنوان شهر دولت مطرح بوده یعنی ما میگفتیم سیتی استیت تمام شهرهای باستانی سیتی استیت بودن و شهر همیشه یک مفهوم سیاسی باقی مونده و این در ایران بسیار بیشتر از کشورهای دیگه وجود داشته یعنی شهر ایرانی همونطور که دکتر حبیبی میگه یک شهری است که مهمترین خصوصیتش در سیاسی بودنشه بیشتر از شهرهای دیگه منظور اون این نیستش که شهرهای دیگه‌ای که در دنیا وجود داشتن سیاسی نبوده ولی شهر ایران شهر در ایران مفهوم به شدت سیاسی هستش ببینید ما هنوز به مرکز کشورمون میگیم پایتخت پایتخت یعنی چی یعنی پای تخت هر جا که پادشاه تصمیم میگرفته که بمونه در اون شهر اونجا میشده پای تخت یعنی تخت پادشاه اینجاست و پای تخت پادشاه این شهر هستش بنابراین اونجا میشده شهر مرکزی و بنابراین اهمیت شهر در سیاسی بودنشه و وقتی ما از دور به قضیه نگاه میکنیم میبینیم که تمام تلاتوم ها تمام کشمکش هایی که در این دو قرن ما شاهدش بودیم و در ایران در این یک قرنی که ایران وارد مرحله شهرنشینی به صورت گسترده شده سیاسی فقط نبوده کشمکش های شهری بوده ما در موقعی که مشروطه اتفاق میفته هنوز یک کشور... کاملا روستایی هستیم یعنی کمتر از ده درصد جمعیت ما توی شهر را زندگی میکنن وقتی که انقلاب میشه 20 درصد جمعیت ایران انقلاب اسلامی منظورم 1357 20 درصد مردم در شهر را زندگی میکنن حد اکثر حد اکثر در بالاترین رقم بگیریم و امروز یعنی در شرایطی که الان چهل سال از انقلاب گذشته و ما الان تنش های شهری رو باز میبینیم ما با موقعیت روبرو هستیم که 80 درصد مردم در شهرها زندگی میکنن و اون 20 درصد دیگه هم که در شهرها زندگی نمیکنن به طور کامل وابسته به زندگی شهری هستن به نوعی ما یک کشور 100 درصد شهری هستیم چون روستایان ما به دلیل اینکه شبکه جاده ای در ایران گسترش کامل پیدا کرده به دلیل اینکه شبکه برق گسترش کامل پیدا کرده شبکه راهن گسترش بسیار زیادی پیدا کرده شبکه گازرسانی و غیره گسترش بسیار زیادی پیدا کرده و به دلیل اینکه شهرهای بزرگ در ایران تقسیم شدن خوشبختانه به دلیل همون طرحی که در سالهای شیش تر جامعه که برای کل کشور ریخته شد اه... تصویب شد ولی اجرا نشد ولی بعد از انقلاب اجرا شد ما قطب های بزرگ شهری داریم ما فقط تهران رو نداریم ما یک کشوری نیستیم که فقط یک سر گنده داشته باشه و بقیهش دیگه هیچ توش وجود نداشته باشه ما در کنار تهران تبریز داریم مشهد رو داریم اصفهان رو داریم یزد رو داریم شیراز داریم احواز رو داریم بندر عباس رو داریم تمام این شهرهایی که در ایران وجود داره تب، تبریز و شهرهای دیگه تمام این شهرهای بزرگی که در ایران وجود داره و الان دیگه شما میدین متوسط شهرهای ما مثلا بالای دویز هزار نفر جمعیت دارن و وقتی که اسم شهرها رو میخونید اصلا تعجب میکنید ما بالای الان دویستا تا شهر داریم اگه بخوایم به طور رسمی بگیم که خیلی بیشتر از این شهر داریم چون قاعده که در ایران برای شهر اعلام کردن وجود داره یک قاعده خاصه تعداد شهرها خیلی بیشتر از اینه ولی حتی در مفهوم جدید شهر یعنی جمعیت بالای پنج هزار یعنی سیستم های کارکردی مشخص که در شهرها وجود داره ما بالای دوی سی ست تا شهر داریم الان در ایران خب بس مسئله ما در طول این صد سال در ایران و مسئله جهان در طول دویس سالی که ما شاهد انقلاب صنعتی هستیم یک مسئله شهری بوده گذار از جامعه باستان به جامعه مدرن اگر من بخوام به زبان معماری و شهرسازی اون رو بیان کنم به نوعی گذار از معماری و شهرسازی هم بوده یعنی ما در جهان باستان بیشتر معماری رو داریم نه شهرسازی رو بیشتر معماری رو داریم و این معماری حتی وقتی که در شهرها عمل میکرده به شکل نقطه ای عمل میکرده و برای گروه های خاصی عمل میکرده کدوم بناهاست که در شهرهای باستانی به بیشترین حد ساخته میشه کاخها و معابد یعنی دقیقا اون بناهایی که قدرت حالا یا کاست جنگجویان و یا کاست روحانیون مورد نظرشون و برای اینها معماران بودند که تراحی میکردند مسئله شهر به گونه ای که ما در شهر مدرن میبینیم مطرح نبوده مسئله شهر به گونه که امروز شهرسازی مطرح میکنه یا اوربانیزم مطرح میکنه یک موقعیتی است که ما بهش میگیم در اصطلاح شهرسازی بهش میگیم موقعیت پسا عثمانی عثمان به منظور من بارون عثمان هست و که زیر نظر ناپلون سوم شهر پاریس مدرن رو ساخت پاریس قدیمی رو تخریب کرد و پاریس مدرن رو ساخت و همین جد دیوید هاروی میگه پاریس پایتخت مدرنیته پاریس مدرنی که عثمان بنا کرد مدلی شد برای شهرهای مدرنی که بعدا همه جا به وجود آمدن از جمله شهرهای ما و بنابراین اربانیسم با این موقعیت هست که شروع میشه یعنی یک شهری که جمعیت زیاد داره قدرت درش تقسیم شده ثروت درش تا اندازه زیادی تقسیم شده جمعیتش دائم داره افزایش پیدا میکنه روابطش خواه نخواه چه بخواد چه نخواد دموکراتیزه میشه نمیتونه روابط دموکراتیزه نشه ببینید مشکلی که الان در خیلی از کشورهای جهان سوم وجود داره و اونم اینه که نمیتونن با دموکراسی کنار بیان نمیتونن اختلافات طبقاتی رو کم کنن اختلاف ثروت زیاده آزادی های سیاسی کمه مشکلات هویت دیگری رو پذیرفتن سخت سبکای زندگی مختلف رو نمیتونن تحمل کنن این همین مشکلات در کشورهای توسعه یافتن وجود داشته دونه به دونه مجبور شدن که اینها رو حل کنن و برن به طرف دموکراتیزه شدن چرا این به اراده سیاسی رب نداشته صرفا این یک امر ناگزیره یعنی امری هستش که اگر ما بخوایم در شهرهای بزرگ زندگی کنیم جور دیگری بجز به یک شیوه دموکراتیک نمیتونیم زندگی کنیم جور دیگرش یک ویران شهر جور دیگهش یک دیستوپیا است یعنی یک شهری است که دائما تنش باشه درش دایما جنگ باشه درش تخریب باشه و در نهایت هم تخریب چه اصلا از بین بره مثل همین شهرهایی که شما میبینید در خواهر میانه در طول همین چند سال از بین رفتن درسته اینها قربانی منفعت جویی های بزرگ هم بودن ولی یک مشکل درونی بزرگ هم داشتن مشکلی مشکل بزرگ درونی چی بوده این بوده که نمیتونستن یا نمیگذاشتن که اینها بتونن برسن به مدرنیته شهری مدرنیته شهری معنایی نداره جز اینکه شهر بتونه دموکراتیزه بشه شهر بتونه منابع ثروت و قدرت رو در خودش توضیح کنه ما بتونیم از معماری به شهرسازی برسیم شهرسازی از لحاظ فنی اختلاف کمتری داره با معماری تو از لحاظ اجتماعی معماران در واقع تبدیل میشن به شهرسازان معماران به جای اینکه بناهای تک بسازن برای افراد تک بناهایی میسازن یا مجموعه ای از بناها میسازن برای تعداد زیادی از جمعیت که اینها باید بیان در شهر اینا نیاز به فضاهای مسکونی دارن نیاز به فضاهای کاری دارن نیاز به فضاهای فر... فراغتی دارن نیاز به فضاهای ارتباطی دارن در حالی که در این شهر باستانی اصلا فضای ارتباطی معنا نداشته طبیعتا بین نقاط مختلف شهر راههایی بوده که اینا رو به هم میتونسته برسونه ولی مفهوم خیابان مفهوم چهار مفهوم میدان مفهوم کوچه مفهوم بزرگ را و غیره اصلا در یک شهر باستانی یا در یک شهر پیش حتی در این شهر قرن 11 اومی 18 19 اومی حتی ابتدای قرن 19 معنا نداشته ما این مفاهیمی است که در قرن بیستم و حتی اواخر قرن 20 نیمه دوم قرن 20 ظاهر میشن در خود ایران ما چقدر اتوبان داشتیم قبل از مثلا سال 1150 چقدر مثلا سیستم جاده‌ای داشتیم سیستم ریلی داشتیم سیستم رفت آمد هوایی داشتیم فرودگاه داشتیم بنادر داشتیم و غیره سیستم مدرن شده سیستمی هستش که باید دموکراتیک باشه باید در اون هویت های دیگری به رسمیت شناخته بشه مگر ممکنه شما یک میلیون آدم دو میلیون آدم در شهری مثل تهران ده میلیون آدم رو مثلا دوازده میلیون آدم رو شما جمع کنید در یک جا و بگید شما همه یه جور باشید اصلا چیزی امکان نداره یا در مشهد یا در هر جای دیگه و هر الگویی رو شما میخواید تصور کنید حتی الگوی دینی رو تصور کنید مگر الگوی دینی که بخوان افراد بر اساس اون رفتار کنن مگه میتونه یکی باشه بین یک میلیون دو میلیون آدم ده میلیون آدم این ده میلیون آدم الگوهای متفاوتی دارن دین رو هر کدوم با تفاوت های مختلفی میفهمن ممکنه خیلی هم شبیه باشند درکشون از دین ولی به هر تقدیر به صورت متفاوتی میفهمن خیلی تاکید شده روی اینکه مشهد یک شهر مذهبی قبول دارم یک شهر مذهبی و یک شهر دینی و یک شهر مقدس و خیلی هم خوبه این مسئله این مسئله است که ما در شهرهای دیگه دنیا هم داریم ولی این یک شهری هم هست که در این حال چند میلیون جمعیت داره معنی این, ما این نیست که اون چند میلیون دیگه مذهبی نیستن ولی معناش این است که همه نمیتونن به یک شکل مذهبی باشن سبکای زندگی مختلف دارن در تضاد نیستن این سبکای زندگی با سبک زندگی مذهبی ولی متفاوت هستن حالا اگر در شهرهای دیگه شما بگیرید همین وضعیت داریم در تهران هست همه جا بیشتر سبکای زندگی مختلف هویت مختلفی که با مدرنیته شهری با وجود میاد چون دیگه اون جماعت قبلی وجود دیگه به اون شکل قبلی ندارن ما در یک شهر باستانی یا در یک شهر پیشتنتی جماعت اصلی جماعت خانواده بود نظام خیشاوندی بود تکلیف همه روشن بود یا نظام خیشاوندی بود یا تایفه بود یا قوم بود و غیره در یک شهر مدرن یک فرد حتی یک فرد میتونه در آن واحد ده هویت داشته باشه طرفدار یک تیم حزب سیاسی باشه طرفدار یک تیم ورزشی باشه روزش رو به یک شکل خاصی دوست داشته باشه به فراغتش رو بگذرونه به, به کتاب خاصی علاقه داشته باشه به فیلم خاصی علاقه داشته باشه به موسیقی خاصی علاقه داشته باشه ورزش خاصی رو بکنه صدها مورد دیگه هویتی میتونه داشته باشه و باید به همه اینها توجه بشه شهر باید برای تمام اینها جایگاه داشته باشه فضا داشته باشه اصلا این جماعت ها رو ما بذاریم کنار در شهر بیاید به جماعت های که به بیولوژی مربوط میشن برسیم ببینید آدم ها با هم متفاوتن این اصل انسانشناسی انسانشناسی برای چی؟ یک رشته ای هستش که امروز بیشترین توجه بهش میشه در تمام دنیا برای اینکه تنها رشته است که بین رشته ای هستش مسئله موقعیت زیستی انسان رو موقعیت تاریخی انسان رو موقعیت شناختی انسان رو و موقعیت فرهنگی انسان رو از هم جدا نمی‌کنه. انسان‌ها از لحاظ بیولوژیک با هم برابر نیستن. بعضی از اینها کوچک کوچکن، کودکن، بعضی‌هاشون در سن نوجوانی هن، بعضی ها جوان هم. بعضی ها پختن و بعضی ها کوهن خب این سن بعد شما در نظر بگیرید بعضی از اینها مردن، هن، بعضی هاشون زن مرد و زن یک جور شهر رو نه احساس میکنن، نه تجربه میکنن. احساس های این آدم ها با هم فرق میکنه حساسیت هاشون فرق میکنه بعضی از اینها به گروهی از حساسیت ها بیشتر باور دارن یا حساس ترن بعضی هاشون این حس از اون حس ترشون قوی تره خب شر بنابراین به این ترتیب بی نهایت هویت ایجاد میکنه بر اساس سیستم های حسی متفاوت بر اساس سیستم های خاطره متفاوت هر کسی شهر رو و زندگی شخصی خودش رو به نوعی تجربه کرده بنابراین شهر یک شهر حسی است یک شهر هویتی است یک شهر دموکراتیک یک شهر آزادی است یک شهری هستش که در اون باید قدرت بیان وجود داشته باشه شهری که باید خودش رو بتونه بیان کنه و همه کسانی که توش هستن باید خودشون رو بیان کنن و یک شهری هستش که باید جایگاه بیان شدن داشته باشه شهری هستش که باید نمادین باشه نمادها درش حضور دارن زیبایی درش وجود داره الان شما در خود شهرهای ایران در همه جا سازمان های زیبا سازی دارید چرا به خاطر اینکه شهر یک نیازی به نام زیبایی رو باید بهش پاسخ بده یک حسی به نام حس زیبایی رو باید بهش پاسخ بده شهر شهر حافظه است شهر که نمیتونه حافظه نداشته باشه در شهر بناهایی وجود داره که ایجاد حافظه میکنه ساختمانهایی وجود داره یادمانهایی وجود داره که ایجاد حافظه میکنه شهر حرکت شهر یک مجموعه فوق العاده داینامیک فوق العاده پویا هستش و شهر شهر اقلیت هاست فقط شهر اکثریت نیست شما در هر سیستمی که باشید تعداد زیادی آدمهایی رو دارید که اینها جزء اقلیت ها هستند و به عنوان اقلیت حق دارند که زندگی بکنن پس بنابراین ما نمیتونیم این اقلیت ها رو ندیده بگیریم و بنابراین شهر اقلیت ها شهر هویت شهر حس شهر بیان شهر حافظه شهر تفاوت تفاوت شاید از همه چیز مهمتر باشه در اینجا تفاوت محوری است که انسان شناسی بر اساس اون تعریف میشه خود و دیگری تفاوت یعنی اینکه باید ما دیگری رو به رسمیت بپذیریم اون چیزی که هونت میگه جامعه شناس معروف آلمانی که اصل مدرنیته رو در به رسمیت شناختن دیگری میدونه اه اه بازشناسی به این میگه بازشناسی دیگری یعنی چی؟ یعنی من بپذیرم که اون کسی که با من متفاوته او هم حق زندگی داره کسی که با من متفاوته حق داره کنار من زندگی کنه به صورت سلحام است این به یک معنای حق مخالفت هم هست برای چی شهر نمیتونه غیر دموقرا... نمیتونه غیر دموکراتیک باشه برای اینکه در شهر غیر دموکراتیک مخالفت پذیرفته نمیشه شهر غیر دموکراتیک میخواد که همه یک جور باشن همه نظرشون شما هم یکسان باشه خب چنین چیزی حتی اگر همه مردم یک کشور هم بخوان امکان پذیر نیست به دلیل اینکه این با ذات انسان در تزاده این با ذات شهر در تزاده مسئله خواست و اراده نیست مثلا ما از فردا تصمیم میگیریم هممون مثل هم بشیم هممون یک فکر داشته باشیم هممون یک لباس بپوشیم هممون یک نوع تفریح داشته باشیم هممون یک نوع سبک زندگی داشته باشیم اصلا بخوایم این رو آیا میتونیم واقعا این کارو بکنیم اصلا غیر ممکنه چنین چیزی مثال من میزنم براتون از کسانی که نزدیکترین کسان به شما هستن ما خب از چه کسی رو داریم که به ما از همه نزدیک تره؟ خانوادهمون همسرمون بچه پدر و مادرمون و غیره و اقوامی که در رده های دورتر قرار بود خب اینا از همه ما نزدیک ترن دیگه تجربه یکسانی داشتیم با هم دیگه زندگی کردیم سالهای سال سال حتی شاید نسل های متمادی با هم زندگی کردیم در یک خانواده نه اصلا در نسل اینا با هم زندگی کردیم همین آدم هایی که اینقدر به هم نزدیکن اینقدر با هم زندگی کردن آیا سلیقه هاشون یکیه؟ آیا الان واقعا چند تا خانواده میتونن ادعا کنن که پدر و مادر همون سلیقه ای رو دارن که بچه هاشون دارن؟ تو خود همون بچه ها چقدر از بچه ها میتونن ادعا کنند که خواهر و برادر سلیقه یکیه خواهر و پسر امه و دختر امه و غیر و غیر سلیقه‌شون یکیه در همه چیز یکیه از یک ورزش خوششون میاد از یک فضا خوششون میاد از یک جا برای گردش کردن خوششون میاد وقتی میخوام برن توی خیابون بگردن به یک خیابون میرن وقتی میخوام برن فروشگاه همش همیشه میرن به یک فروشگاه اصلا چنین چیزی قابل تصور برای شما کدوم یکی از شما چنین تصور چنین تجربه رو از خانواده خودتون دارید حالا از خانواده وقتی بیاید بیرون این تشدید میشه کاهش پیدا میکنه بیشتر میشه یعنی اینکه وقتی میشه دو تا خانواده وقتی میشه صد هزار یا یک میلیون خانواده این تشدید میشه اختلافات بازم بیشتر میشه و برای همه اینها شهر باید فضا و زمانهای پیش بینی شده ای داشته باشه تا بتونه به نیازهای اینها پاسخ بده به نیازهایی که آدمهای متفاوت دارن از لحاظ حسی از لحاظ نمادین از لحاظ حافظه از لحاظ اینکه خودشون رو در آرامش حس کنن باید جواب بده چون اگه جواب نده چه اتفاق میفته اگر جواب نده این آدم ها دیگه آدم های آرامی نخواهند بود اینها آدم های خواهند بود که ناراضی میشن ممکن شما بگید که از چی ناراضی میشن حتما خیلی ها فکر میکنن که ناراضی بودن باید یک دلیل خیلی خیلی حادی داشته باشه یعنی مثلا کارت به استخون برسه تا همه ناراضی بشه نه همین که یک کسی مثلا در یک شهری نتونه فضایی پیدا کنه که در اون احساس ایمنی کنه احساس آرامش کنه احساس خوشی کنه بتونه لذت ببره از این که در اون فضا هست این ایجاد تنش میکنه این از او یک آدم ناراحت میسازه او رو میکشه به طرف تنش کمترین اتفاقی که برای این فرد میفته اینه که دوست نداره در اون شهر بمونه بعد میشه دوست ندارم در اون کشور بمونم بعد میرسه به مسئله مهاجرت بعد برای خودش مشکل درست میکنه مهاجرت میکنه به یه کشور دیگه باید همه چیز از صفر شروع کنه و همینطور ادامه بدی دلا آخر و بعد اون کشورهایی که رفته اونها دوچار مشکل میشن و با بحران مهاجرت روبرو میشن همین اتفاقی که الان در اروپا افتاده این همه مهاجر که آمده اونا خب نمیتونن دیگه اینها رو چون هم تفاوت فرهنگی بسیار بالایی دارن و باعث میشن که در این کشورها فاشیسم روش کنه زدیت با خارجی یعنی فاشیسم و بعد هم فاشیسم که روش کرد دیگه همه رو به خطر میاندازه خب هم این مشکل رو دارن الان همین مشکل رو دارن که خب نمیتونن این جمعیت رو پاسخ بدن که ای داره میاد و ای درخواست پناهندگی میکنه و این مسئله مهاجرت تبدیل به بحران مهاجرت الان در همه جای دنیا شده ولی اگر این آدم هایی که اینجا میان در کشور خودشون در شهر خودشون احساس آرامش کنن احساس راحتی کنن احساس کنن که اون چیزی رو که میخوان در اونجا پیدا میکنن هیچ وقت همچین چیزی رو نمیخوان اگرم برن مثل ق... مگر قدیم چه جوری بود افراد میرفتن سفر برمیگشتن قدیم که میگم دنیای باستان رو نمیگم در دنیای باستان که سفری که امر استثنایی بوده من چل سال پیش میگم سی سال پیش میگم پنجاه سال پیش میگم مگر سفر میکردن نه فقط در ایران در هر جای دنیا هر کی سفر میکرد میرفت برمیگشت دو روز سه روز چهار روز بر... میرفت و برمیگشت و سفر کردن با خطر کردن اصلا یکی بود شما هنوز وقتی که میره سفر میگیم بهش سفر بی خطر چرا باید خطر وجود داشته باشه داشت در سفر الان خطری وجود نداره ولی در گذشته خطرناک بوده اصلا سفر بنابراین کسی سفر نمی کرده اصلا ولی الان شما این سفر نه تنها سفر رو میخوان به هر قیمتی شده آدم ها از شهرشون جداشن بلکه میخوان به هر قیمتی شده برن و از کشورشون دور بشن مهاجرت کنن خب این چرا به دلیل اینکه اون فضا زمان مورد نیازشون رو در اون شهر پیدا نمیکنن جایی که بتونن ببینن که بهشون احترام گذاشته میشه به هویتشون به انتخابهاشون به شخصیتشون احترام گذاشته نمیشه به رسمیت پذیرفته نمیشن نمیتونن خودشون رو بیان کنن نمیتونن سبک زندگی خودشون رو زندگی کنن باید به یک سبک زندگی دیگه که یک کسی دیگه تعیین کرده تم بدن اصلا مسئله این نیست که اون سبک زندگی که کسی دیگه تعیین کرده سبک زندگی بدی باشه نه میتونه عالی باشه ولی به هر حال با سبک زندگی که این فرد داره برای خودش متفاوته همین که متفاوته این باعث میشه که نارضایتی ایجاد بشه بنابراین وظیفه کسی که در حوزه انسان شناسی در حوزه جامعه شناسی یا کسانی که میخوان بیان به این جهت اینه که این ابعاد انسانی این ابعاد فرهنگی رو درک کنن که گفتم بهتون کلمه کلیدیش تفاوت فرهنگی از یک طرفه و نیاز به انسجام فرهنگی از طرف دیگه است تفاوت فرهنگی بدون شک و تردید دائما اتفاق میفته هر چقدر شهر بزرگتر شه هر چقدر شهر حتی مدرن تر شه نه لزوما بزرگتر الان شهرهای اروپایی حدودا جمعیتشون در حد 300 400 هزار نفر بزرگتر نمیذارن بشه ساز و دارن که خیلی شهر بیش از اندازه بزرگ نشه چون شهر میلیونی الان چیز خوبی نیست بسیار سخت همه دارهش سخته و هزار و یک جور مسئله داره ولی این شهرها در این حال که جمعیتشون رو سعی میکنن در همون ردی شهر بزرگ 300-400 هزار نفر نگه دارن دائما مدرنتر میشن و هر چقدر مدرنتر میشن هویت های جدیدتری درشون ظاهر میشه تفاوت سلیقه های بیشتری درشون ظاهر میشه ولی برای همه این سلیقه ها مکان های فراهم میکنن تعداد موزه ها رو بیشتر میکنن تعداد فضاها رو بیشتر میکنن تعداد روابط مختلفی رو که میشه با فضا و زمان ایجاد کرد تقاطوهایی که میشه بین اینها ایجاد کرد رو بیشتر میکنن زیبایی بسری بهتری میدن به شهر صدا رو در شهر کنترل میکنن بو رو در شهر کنترل میکنن سیستم های حتی چشایی رو در شهر سیستم های لامسه رو در شهر کنترل میکنن شما میتونید به آثار یوهانی پالاسما رو رجوع کنید ببینید چقدر او در مورد مسئله حس لامسه صحبت کرده و اهمیتی که این حس داره خب پس بنابراین میبینیم که اگر ما شهر رو ببریم به طرف شهر انسانی و انسانی شدن شهر میتونیم از بسیاری از آسیب ها جلوگیری کنیم و میتونیم واقعا برسیم به مدرنیته شهری در حقیقت وقتی که هانری صحبت میکنه از حق به شهر که اصطلاح معروفش هست و کتاب معروفش هست و وقتی صحبت میکنه از انقلاب شهری که میگه باید بعد از انقلاب صنعتی بیاد و انسان رو برای زندگی کردن در شهر آماده کنه منظورش همینه. انقلابی معتقده که انقلاب صنعتی با انقلاب شهری فرق میکنه انقلاب صنعتی صنعت رو به وجود آورده. و, شهر رو به این ترتیب تبدیل کرده به مرکز اصلی زیست انسان ها ولی انقلاب صنعتی کار چندانی نکرده برای اینکه شهر بتونه این قابلیت و ظرفیت واقعی رو برای پذیرش انسان ها داخل خودش داشته باشه و این کاری است که باید بشه از طریق یک انقلاب دموکراتیک و یک انقلاب فناوران دموکراتیک که به میگه انقلاب شهری که این انقلاب شهر رو مطبوع بکنه از شهر رو تا جایی که ممکنه نزدیک کنه به یک اوتوپیا به یک اوتوپیای دست یافتنی نه یک اوتوپیای دور از دست و غیر قابل دسترسی و من ادعای این رو ندارم که انسان شناسان یا هر کسی دیگه میتونه این اوتوپیای دور از دسترس رو به وجود بیاره ولی ما یک انتخاب داریم و همینجا من صحبتم رو به طرف نتیجه گیری ما انتخاب داریم انتخابمون اینه که با روش زندگیمون با انتخابهای سیاسیمون با انتخابهای اجتماعیمون با انتخابهای اقتصادیمون با انتخابهای زیستیمون یا میتونیم بریم به طرف نزدیک شدن به یک اتوپیا یا میتونیم بریم طرف نزدیک شدن به یک دیستوپیا حالا این دو تا لغت رو هم ترجمه کردن به آرمانشهر و ویرانشهر آرمانشهر به جای اوتوپیا و ویرانشهر به جای دیستوپیا ما این انتخاب رو داریم ما هر اندازه بیایم در شهری که الان هستیم فرق نداره تهران پاریس لندن دهلی پکن یا هر جای دیگه هر اندازه بیایم گروهی از مشخصات رو ببریم به طرف بهتر شدن و افزایش مثلا آزادی رو بیشتر کنیم دموکراتیزه شدن رو بیشتر کنیم توزیع ثروت رو بهتر کنیم رفاه رو بالاتر ببریم حمل و نقل رو کیفیتش رو بالاتر ببریم مکانهای خاطره رو افزایش بدیم حرکت رو تسهیل کنیم شهر رو ببریم در موقعیتی که شهر نزدیک باشه لازم نباشه شما برای هر چیزی لازم باشه یک مسافت طولانی رو برین حرکت رو تسهیل کنیم هر اندازه بتونیم امکان حضور هویت های بسیار زیاد مدرن رو در شهر فراهم کنیم بدون اینکه این هویت این های مختلف برای هم ایجاد مشکل کنن به هم توهین کنن به هم ضربه بزنن و حتی برن به طرف اینکه بخوان دیگری رو حذف کنن به شکل فیزیکی حمله کنن به هم دیگه هم دیگر رو به یک نوعی با استفاده از روش های خشونت آمیز حذف کنن هر اندوز این کارا رو بکنیم به آرمانشهر نزدیک میشیم آرمانشهر چیزی غیر از این نیست درست عکسش هر اندازه بیایم شهر رو ببندیم بیایم شهر رو پلیسی کنیم شهر رو امنیتی کنیم شهر رو ببریم زیر فشار ایدولوژیک شهر رو ببریم زیر قواعد سخت و دست و پاگیر افراد نتونن حرکت کنن نتونن خودشون رو بیان کنن نتونن دائم مجبور باشن که از این و اون چیز بترسن فقیر باشن زیر فشار باشن توی هوای آلوده باشن و غیر و غیره این یعنی دیستوپیا این یعنی ویران شهر و به این ترتیب میبینیم که تمام سیستم ها حالا صرف نظر اینکه این سیستم چی هست دو تا انتخاب بیشتر ندارن یا ناچارم برم به طرف آرمان شهر شدن یا باید برم به طرف ویران شهر شدن. رفتن به طرف آرمان شهر امکان پذیر با حفظ موجودیت شهری با طراحی بهتر شهرها با دخالت بیشتر معماران شهرسازان جامعه شناسان انسان شناسان و غیره و این در تضاد نیست با پیرامون با جهان با کیهان اون جاییش که در تضاد بوده جایی بوده که ما وارد یک نوعی مصرفگرایی افراطی یک نوعی گرایی یک نوعی مصرف, مصرف بیرویه شدیم که اصلا طبیعت رو در نظر نگرفتیم موجودات دیگر رو در نظر نگرفتیم این جای غلطی است که باید درست باشه این راه غلطی بوده ولی اگه از این بگذریم این به اصطلاح بهتر شدن و از انسان این کاملا انتباق داره با اون چیزی که ما بهش میگیم زیست بوم با جهان با کیهان هیچ تضادی با اون نداره ولی آیا اون جهت دیگه هم تضاد نداره از خودمون سؤال بکنیم بسته شدن شهر غیر دموکراتیک شدنش فشار رو بالا بردن کنترل رو بالا بردن و غیر و غیره محیط ها رو بستن فضاها رو کاهش دادن شهر رو تبدیل کردن به یک موقعیت فقط برای یک اقلیت کوچیک و نادیده گرفتن همه هویت های دیگه به رسمیت نپذیرفتنشون ترد کردنشون سلب کردنشون و غیر و اینا آیا این هم یک امر م... طبیعی نه اصلا طبیعی نیست به همین جهت هم که طبیعی نیست واکنش های غیر طبیعی ایجاد میکنه تنش ایجاد میکنه اعتراض ایجاد میکنه شورش ایجاد میکنه همه چیز به هم عمومی ایجاد میکنه و راه به جایی نمیبره اولی راه میبره به طرف یک موقعیت بهتر من صحبت نمی کنم از یک بهشت زمینی من صحبت میکنم از یک موقعیتی که در اون انسان ها نسبتا راحت زندگی بکنن نسبتا از جایی که زندگی میکنن راضی باشن اینم اصلا چیز دور از ذهنی نیست الان در بسیاری از نقاط جهان این طور هست این معناش این نیست که مشکلی وجود نداشته باشه شما اگر برید در هند پر از مشکله پر از فقره پر از بیچارگیه ولی در اکثر شهرهای هند مردم احساس بدبختی نمیکنن احساس خوشبختی میکنن به دلیل اینکه حتی در اون ندار، نداری که خاص هند خب هند یک میلیارد و سی چهارصد میلیون نفر جمعیت داره با ثروت نه چندان زیادی خب به همین جهت هم هستش که نمیتونه خیلی اون رفاه بالا رو ایجاد کنه ولی خوشبختی در آدم ها وجود داره برای اینکه اون راه اول رفتن ولی راه دوم به هیچ جا نمیرسه اون دیستوپیا هرگز به وجود نمیاد اگرم به وجود بیاد یک ساختار اوتو یک ساختار خود ویرانگره یعنی خودش خودش رو نابود میکنه تخریب میشه باقی نمیمونه ما در قرن بیستم صدها میتونم به شما بگم دیستوپیای زمینی داشتیم دولت های بیشماری بودن با قدرت های عجیب و غریب در دوران باستان هم داشتیم ولی در دوران مدرن خیلی بیشتر داشتیم در این صد سال اخیر خیلی بیشتر داشتیم انواع و اقسامش رو هم داشتیم و در نتیجه این شدنی هست از لحاظ فناوری ولی تخریب میکنه در نهایت اون شهر تخریب میشه شما آلمان هیتلری ببینید تمام ساختمانایی که هیتلر سفارش میداد میگفت با سنگ بسازید برای که هزار سال میخوام عمر کنه چقدر عمر کرد چهار سال پنج سال ده سال همش زیر بمب ها تخریب شدن شما نگاه کنید که تمام این دولت هایی که در خاورمیانه تخریب شدن اینا همشون فکر میکردن که عمر چند صد ساله دارن به لیبی نگاه کنید چه بلایی سرش رو بردن چجوری تخریب شد تمام این که شهرهایی که ما در خاور میانه میبینیم چطوری تخریب شد اینها همش حاصل عدم توجه به این قدرتی هست که در اوتوپیا هست و این ضد قدرت و یا عامل مخربی هست که در دیستوپیا هست ممکنه به نظر خیلی ها بیاد که بله با قدرت میشه همه کار کرد میشه همه رو وادار کرد هر کاری بکنن بله در کوتاه مدت میشه این کار کرد ولی در میان مدت و دراز مدت نمیشه این کار رو کرد نتیجهش تخریب یک سیستم خواهد شد و سیستمی که تخریب بشه بعد دیگه به راحتی نمیشه اون رو بازسازی کرد من اینجا صحبت های خودم رو به پایان میرسونم فکر میکنم در انسانشناسی به طور کلی و در انسانشناسی شهری به طور خاص ما یک کلمه اساسی داریم و اون کلمه کلمه فرهنگ هست با کلمه فرهنگ هم شامل فناوری میشه هم شامل موقعیت زیستی انسان ها میشه که دیگه موقعیت زیستی اونها بدون فرهنگ نیست متفاوته و هم شامل تاریخشون میشه هم شامل زبانشون میشه و هم شامل رابطه هستی شناسیشون با عالم میشه و هم شامل روابط زمانی و فضایی اونها میشه و تمام اینها در معماری و در شهرسازی هم هست اگر ما با فرهنگ باور داشته باشیم و فرهنگ رو درست اونطوری که باید شاید درک بکنیم میتونیم امیدوار باشیم اکثر مشکلاتمون حل میشه و با حتی امکانات کم مشکل در امکانات نیست من گفتم امکانات خود ما رو نگاه کنید به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا با امکانات یک کشوری مثل هند مقایسه کنید با ثروت ایران رو نگاه کنید با ثروت هند مقایسه کنید اصلا قابل مقایسه نیست ما هشتاد و هفتش میلیون جمعیتیم اکثر جمعیت ما جوانن و یک کشور فوق العاده ثروتمند هند یک جمعیت یک میلیارد و سی ست, ست میلیونی داره ثروت مثل ما نداره و غیره و غیره و چین همینطور چین یک کشور یک میلیارد و جمعیته شما حتی همین قدرت بزرگ چین سر اون درآمدش رو تو تقسیم کنیم به جمعیتش میبینید که میرسید به یک درآمد سرانه بسیار بسیار پایین در حد یک کشور فقیر خب چرا اینطوریه به خاطر اینکه منابع ندارن ولی در این حال شما میبینید که تونستن به خصوص هندوستان یک مثال خیلی خوبه تونستن با مدیریت مناسب همون امکانات کم تونستن برای شهروندان خودشون موقعیت های ایجاد کنند که اینها اکثریت مطلقشون به مهاجرت فکر نمی کنند ممکن ممکنه گروه کوچکی به مهاجرت فکر کنن ولی اکثریت مطلقشون به مهاجرت فکر نمی کنن. مهاجرت شاخص بسیار خوبیه که شما ببینید چه میزان افراد از فضا و زمان و رابطه شون با فضا و زمان راضی هستند معماری و شهرسازی رو مسائل صرفا فناورانه به حساب نیاریم با ساختن ساختمان های خیلی عجیب و غریب و خیلی زیبا و خیلی فناورانه و خیلی کارکردی و اینها لزوما کسی از اونها راضی نمیشه هیچ کسی دوست نداره در جایی که احساس راحتی وجدان راحتی خیال نمودن دقدقه احترام نداشتن و غیر میکنه زیباترین ساختمون رو هم بهش بدن تحمل نداره و از اونجا فرار میکنه و اینو تمام تجربه های قرن نه یک بار نه صد بار میلیون ها بار به ما نشون داده بسیار از همه شما تشکر میکنم و نمیدونم اگر زمانی باشه برای سوالات من در خدمتتون هستم سالاتی مطرح شده که من امیدوارم صدای من رو بشنوید و من پاسخ بتونم به اونها بدم اولین سالی که مطرح شده سال کردن که این تفاوت فرهنگی رو چطور باید در شهر وارد کنیم و بعد آیا همه فضا رو متعلق به آیا همه فضا رو متعلق به خودشان نه مسئله یه ببینین مسئله پیچیده تر از این هستش اول باید مشخص بشه که این فضا در حقیقت به چه کسی تعلق داره و بعد بر اون اساس برنامه ریزی بشه وقتی ما بحث میکنیم از دموکراتیزه شدن فضا منظور همینه ببینید وقتی که یک شهر دموکراتیزه شده باید یک شورای شهر داشته باشه این شورای شهر اگر به شکل دموکراتیک انتخاب شده باشه صدای شهر مردم از طریق اون شورای شهر میتونن دخالت کنن در فضای شهر اگر سازمان های مدنی فعال باشن و تعدادشون هم اجازه داده بشه که هرچه بیشتر و بیشتر باشن خود اینها یک نوع رابطه دموکراتیک ایجاد میکنن بین کسانی که در شهر زندگی میکنن کسانی که با فضای شهر ارتباط دارن و اینکه شهر درش چه اتفاقی از لحاظ فضایی و زمانی بیفته من و این شکل نهادی شدن اون به تفاوت فرهنگی در شهر این است که امکان داده بشه به ساکنان شهر امکان داده بشه به اون کنشگران شهری که از طریق نهادهای هنجارمندی مثلا چه نهادهای سیاسی مثل شورای شهر چه نهادهای مدنی مثل های مدنی بتونن در تصمیم گیری های شهری دخالت کنن تصمیم گیری از پایین به بالا انجام میشه نه از بالا به پایین یعنی شهرداری یا هر نهاد دیگه نیاد و تکلیف فضا رو روشن کنه و بعد مردم بگه خب باید اینجوری رفتار کنیم این دقیقا کاری که در یک شهر نباید کرد اگر اون به اصطلاح مسیر دموکراتیک وجود داشته باشه مطمئن باشید که میشه مدیریت کرد فضای شهری رو اینکه هر کسی شهر رو متعلق به خودش بدونه به صورت نمادین درسته یعنی خوبه ولی این عملی نیست معنی نداره که هر کسی هر کسی یعنی کی عملا این تبدیل خواهد شد این هر کسی به نهادهای قدرت به دولت به کسی... یا حالا دیگه حد اکثر شما بگیرید که در این کشور سرمایه داری مثلا این تبدیل خواهد شد به اینکه مالکان زمین تبدیل بشن به کسانی که تصمیم میگیرن که هیچ کدوم اینا دموکراتیک نیست دموکراتیک اینه که مردم بتونن واقعا صدای خودشون رو برسونن و فضاهای مورد نیازشون رو بتونن ببینن که تامین شد سال دیگه مطرح شده و اون اینه که تفاوت های در ظاهر چطور در شکل دادن به شهرها و طراحی فضاها حس میشه ببینید اینطور حس میشه شما فرض کنید من مثال میزنم مستاقی صحبت میکنم تا مشخص باشه در همین حوادثی که ما در این ماه اخیر داشتیم اینا مسئله مخالفت مطرح بود مسئله نارضایتی مطرح بود مخالفت مطرح بود اعتراض مطرح بود مطالبه مطرح بود و اغلب مسئولانی هم که صحبت کردن گفتن که مطرح کردن مطالبه و حتی مخالفت هیچ اشکالی نداره ولی اختشاش نباید باشه شروعی نباید باشه درست با این کسی مخالفتی نداشت و نداره فکر نمی کنم داشته باشه ولی خب برای این قضیه باید فضا وجود داشته باشه اینکه تفاوت های انسان یعنی مثلا چندین گروه در یک شهر هستن بعضی از این گروه از موقعیتی که وجود داره راضی هن بعضی ها ناراضی هن. خب اینا با و بنابراین تفاوت دارن چطوری به شهر در طراحی شهر این لحاظ میشه این طور لحاظ میشه مثلا در کشور توسعه یافته که فضاهای مشخصی در زمانهای مشخص برای اعتراض وجود داره مثلا در اغلب شهرهای دنیا میگن از این میدان تا اون میدان این مسیر رو در روز و ساعت مشخصی در اختیار میذارن هر کسی میخواد بیاد در این مسیر تظاهرات کنه بیاد شعار بده قواعد و ضوابطی رو هم میخوان از کسانی که برگزار میکنن و اونا مسئولا خرابی به بار نیاد مثلا انجار شکنی نشه اتفاق نیفته و اگر این رو تأمین میکنن این مسئله انجام میشه اینو میگن ظاهر شدن اون تفاوت انسان در شهر یا اینکه مثلا فرض کنین یک کسی دوست داره که مثلا در شهر امکان اینو داشته باشه که بتونه مثلا از یک سرگرمی استفاده کنه مثلا بره یک کنسرت مثلا بره یک ورزشگاه مثلا بره به سینما دیگه از اینکه ساده تر نمیشه باید سینما دا مثلا داشته باشه الان به اکثر شهرهای ایران من میتونم بگم شاید تعداد زیادی از شهرهای ایران حتی یک سینما ندارن یک کسی بخواد بره سینما خب این وقتی تفاوت آدم ها در این یعنی مسلما شما آدم دارید که اینا دوست داشته باشن برن سینما ولی وقتی در یک شهری حتی یک سالن سینما نیست کجا برن طراحی شهر اینطوری هستش یعنی طراحی شهر نباید بر اساس سلیقه یک گروه انجام بشه باید بر اساس سلیقه همه کسایی که در اون شهر داران زندگی میکنن انجام بشه این درست مثل اینه من یه مثالی از حرکت در شهر براتون بیارم درست مثل اینه که شما بیاید بگید که مثلا این خط اتوبوس رو ما ور میداریم چون مسافراش کمتر از اون خط اتوبوس این که مسخره است که شما میتونید تعداد مثلا اون خطی رو که مسافر کمتر داره کمتر کنید فاصله زمانی بین دوتا تا اتوبوس رو که بیشتر کنید ولی نمیتونید اصلا ورش دارید ما اغلب با این مسئله روبرو هستیم یعنی یک گروهی که چون خودش مثلا اعتقاد به یک چیزی نداره به مثلا کنسرت دوست نداره میگه اصلا سالن کنسرت نباید وجود داشته باشه کسی اعتقاد مثلا به یک فضای دیگه وجود نداره میگه این نباشه این مسئله بهتون بگم در کشور اروپایی هم هستش مثلا در اینجا در خیلی از کشورهای اروپایی این مسئله مطرحه که وقتی مسلمانان ها میگن این مسجد ما میخوایم مخالفت های زیادی میشه و خب خیلی وقتا هم اون گروه هایی که همین طرز تفکر دارن یعنی به اقلیت احترام نمیذارن میگن نه نمیشه مسجد برای که مسجد با فرهنگ ما تفاوت داره در حالی که خب اون کسانی که از لحاظ فرهنگی ذهنشون بازه میگن نه باید مسجد باشه خب حالا اگر مسجد ایجاد مزاحمت مثلا صدا میکنه برای کسانی که مسلمان نیستن خب اینها باید یک فکری برای این قضیه بکنن مثلا اذان رو بلند نگن در اون شهر مثلا اروپایی چون در اونجا اکثریت مردم نیازی به اذان ندارن اکثریت که نمیخوان برن مسجد که تعداد محدودی هستن که اونها خودشون میدونن چه ساعتی و میرن به مسجد اصولا از آن هم برای این گفته شده بوده برای این بوده که به اعلام بشه که همه بیان نماز بخونن ولی در جهان مدرن حتی در شهرهای مدرن مسلمان هم نیاز نیست به اون که از آن خیلی بلند گفته بشه حالا این دیگه بسیه داره به مردم اون شهر که دوست داشته باشن از آن بشنون یا با صدای بلند بشنون با صدای کوتاه بشنون هر جوری که بخوان این کنترل میشه مدیریت میشه الان در خود تهران هم این مدیریت میشه و میدونن همه این مثلا پس بنابراین فضاها وقتی که با نیازهای آدم ها همراه بشه این کاملا مشخصه در طراحی شهر این دیده میشه فضاهای مورد نیازه سلایق مختلف باید وجود داشته باشه و بعدم باید طبق اون سلیقه وجود داشته باشه نه اینجوری که ما میخوایم نه اینجوری که مثلا یک کسی یه فضایی رو جوری که خودش میخواد در روی بکنه و اصلا توجه نکن نداشته باشه که اون کسی که مصرف میخواد بکنه چطور اون فضا رو میکنه سال دیگه یه مطرح شدن که گفتن که چطور میتوانیم ابتدا به عنوان یک شهروند و بعد به عنوان یک طراح در ایجاد یک اوتوپیا موثر باشیم ببینیم به با عنوان یک شهروند اینطور میتونید موثر باشید که تقاضا و اولا همین بحث هایی که من امروز کردم رو به عنوان یک انسان عاقل اصلا عنوان شهروند یک انسان عاقل دیگه این رو تا جایی که میتونید مطرح بکنید همین رو اگر مسئولان ما بفهمند که یک شهر ده میلیونی یک شهر سه میلیونی یک میلیونی این با یک روستای 400 نفر فرق میکنه خیلی از مسائل محل میشه من فکر کنم این رو اکثریتشون نمیفهمن نمیفهمن که نمیشه کاری رو که شما در یک روستای 500 نفره یا حتی در یک شهر کوچیک که 500 نفره انجام میدید در یک شهر ده میلیونی انجام میدید در یک شهر 5 میلیونی انجام میدید این که حالا مثلا با صرف هزینه بسیار زیاد با استفاده از نیروهای پیشگیری غیره غیره و بعد این همه مشکلات و تنش و غیره بیایید و اون چیزی رو که میخواید جا بیاندازید و کاری کنید که به هر حال یک تیپی از آرامش برقرار بشه این راه حل نیست این اولا کلی از افراد رو دچار مشکل میکنه دچار مصیبت میکنه احساس انتقامجویی در آدم ها ایجاد میکنه و مسائل پیامت های بعدی داره ثانی هم دوامی نداره خب الان آروم شد دو روز دیگه باز شلوغ میشه برای چی که به اون دلیل آرامش پاسخی داده نشده حالا اینکه این آروم شده که به دلیل این نبوده که پاسخ مثبت و مناسبی داده شده به دلیل این بوده که جوری جلوش رو گرفتن و خب مثل اینی که کسی که دندونش درد میکنه از ترسش مثلا دردش رو اعلام نکنه این تا این مدتی میتونه این کار نکنه ولی بعد فریاد خواهد کشید این همون چیزی است که باید انجام بشه این اومانه شهروند اومانه طراح عنوان طراح ما اگر بفهمیم که کلید حل مشکلات شهری و معماری در فناوری به خودی خود نیست فقط میگم در فناوری نیست الان فناوری حرفای بسیار جالب میزنه شما الان ببینید در معماری مینیمالیستی در شهرسازی مینیمالیستی همه اینا مباحث خیلی مدرن شهرسازی و فناوری هستش ها در اونها ما به یک نوعی انسان محور هستیم به نوع یک نوعی جامعه محور هستیم به یک نوعی اصلا زیست محور هستیم یعنی توجه حتی فقط به انسان نیست و همه موجودات هست به همه اشیا هست به حافظی تاریخی هست به میراث فرهنگی هست به میراث طبیعی هست به فضای سبز هست همه اینها رو باید در طراحی در نظر گرفت طراحی نیست که من یک قلم کاغذ بذارم جلوم هر چیزی به نظر خودم قشنگ میاد همین رو بکشم و بگم اجرا بشه و به زور هم اجراش کنم نه مسئله این است که همه آدم هایی رو که دارن در شهر زندگی میکنن و بجز اونها حتی همه چیزهایی که در شهر وجود داره حتی تمام خاطرات شهری همه حافظه شهری همه این کسانی که در نسلهای گذشته وجود داشتن تاریخ اون شهر تصویر بیرونی اون شهر و همه چیزهای دیگه باید در نظر گرفته بشه کار بسیار سختیه ولی شدنیه با شناخت فرهنگ میشه این کار رو انجام داد اگر سال دیگه هم هست من در خدمتتون هستم به سهم خودم من تشکر میکنم از نشستی که داشتیم و این برنامه با سالات محدودی شد ولی برحال به رغم مشکلات که در ارتباط بود تونستیم به این چند سال جواب بدیم از شما تشکر میکنم کل این برنامه هم که ضبط شده به صورت مجزا و کیفیت خوب ضبط شده روی کانال هایی که بهتون ارز کردم در تلگرام و روی وبگاه خود من وبگاه انسان شانسی فرنگ و غیره میره و بعد در پادکست در سیستم های پادکستی هم میره ساوند کلاود و در نهایت روی یوتیوب هم خواهد رفت بسیار ممنونم از شما و انشالله تا فرصتی دیگه خداحافظ شما